انجام هر فعالیت نظامی نیاز به یک کارهای مقدماتی داره. ارتش ما آمادگی روبرو شدن با شورش، جلوگیری از خرابکاری و راه اندازی دوباره صنایع، یعنی به کارگیری از نیروهایی که اعتصاب کرده بودن، نداشت. علت چیه؟ اول اینکه برای جلوگیری از هر شورش نیاز به طرح و برنامه داره. ارتش شاهنشاهی ایران فاقد طرح و برنامه در مورد شورش و خرابکاری بود. دوم اینکه پس از تهیه طرح و برنامه باید عده‌ای رو برای اون منظور تربیت و آموزش داد. چنین کاری هم در ارتش ما نشده بود. سوم اینکه نیاز به تجهیزات و وسایل و ابزار کار داشت، از قبیل کلاخود، سپر، ماسک ضد گاز، جلیقه ضد گلوله و تفنگ هایی که به جای پرتاب گلوله سربی از گلوله لاستیکی استفاده کنه نداشت ارتش ما. حتی تا روزهای آخر فاقد این بود. مهمترین عاملی که در ارتش ما وجود نداشت، وجود فرمانده هایی بود که اینها قادر باشند روی افراد زیر دستشون نفوذ داشته باشند، قدرت تفکر و فکر کردن و ابتکار داشته باشند. به علت اینکه شاه ایران در دوران 37 سال سلطنتش دائما به جای دیگران فکر کرده بود، تصمیم گرفته بود و دستور صادر کرده بود. به این علت عمرای ارتش ما قدرت تفکر و ابتکار رو از دست داده بودند. خودتون بهتر میدونید که در مواقع عادی نیاز به رهبر و لیدر نیست. هر کسی کار خودشو انجام میده. در مواقع اورژانس و امرجنسی که افراد نیاز به یه لیدرشپ دارند. ما در اون موقع فاقد این بودیم. در تاریخ 16 دی ماه ژنرال 4 ستاره امریکایی به وسیله یک هواپیمای نظامی بدون اجازه قبلی وارد فرودگاه مهرآباد میشه و در باند مربوط به نیروی هوایی پیاده میشه. این شخص بدون اینکه از گمرک ایران رد بشه، پاسپورتش رو ارائه بده، وارد کشور میشه. در حالی که هیچ یک از مقامات از جمله شاه اطلاع نداشتن چنین شخصی وارد شده. ایشون شروع میکنه به مذاکره و ملاقات عمرای ارتش و دولت مردان ایران. وقتی که شما همچین چیزی رو میبینید که یک جنرال به خودش اجازه میده بدون اجازه وارد کشوری بشه، آیا نباید به حال اون کشور گریست؟ و این نشون میده که همه چیز ما در اختیار امریکایی ها بوده و اونها بودن که در مورد ما تصمیم میگرفتن. چیزی که ارتش هیچ وقت دقت نمیکرد توجه به آمار بود. در ماه های آخر تعداد افرادی که از ارتش فرار می کردند هر روز زیادتر و زیادتر می شد. اگر به این آمار توجه می کردند فرماندهان، پی می بردند که ارتشی که 70% افرادش رو سرباز وظیفه تشکیل می دن و اینها در حال فرارن، یه مشکلی در اون ارتش وجود داره و بنابراین نمی شه در مواقع حساس به افرادی که دائما در فکر فرارن اعتماد کرد. این از ماها قبل مشاهده می شد. متاسفانه کسی توجه نمی کرد. فرماندهانم طبق روال گذشتهشون فکر می کردن چون شاه همیشه تصمیم گرفته، با یک تکون به سرش و یک تصمیم همه چیز آرام و به حالت اولیش برمی گرده. این سردرگمی تا روز آخر بود.
و حتی دیدیم که چگونه عمرای رده اول مثل ربیعی خودشون و خسروداد و غیره رفتن خودشون رو معرفی کردن به اسم اینکه ما که کاری انجام ندادیم، ما دستور رو اجرا کردیم، رفتن و در بالای مدرسه علوی تیربارانشون کردن.